اهرومی داریم که در یک سر آن تکیهگاه قرار دارد و به سر دیگر آن قرقرهای غیر مانند شکل زیر متصل شده است فرض کنید میخواهیم با استفاده از یک وزن امپریم اهرم را به حالت افوقی نگه داریم جرم اهرم که به طور یک نواق در طول اهرم توضیح شده برابر بایم با است وزنه با جرم امپریم را به سر آزاد قرقره غیر آویزان میکنیم تا اهرم در حالت تعادل قرار بگیرد مزیت مکانیکی دستگاه چند است جرم یک میله با توضیح جرم یک نواخت را می توان معادل با قرار گرفتن کل جرم در وسط میله یک نواخت در نظر گرفت بچه میتونم بگم قشنگترین سوالی که توی این آزمون اومده ببینید یه اهرم به ما داده نیروی مقاوم و نیروی محرک رو اومده غیر مستقیم داده یعنی ما خودمون باید بیایم بررسی کنیم نیروی محرک و مقاوم رو پیدا کنیم و نهایتا بریم سراغ مزیت مکانیکی این راهنمایی رو اگر به شما نمی کرد هم اتفاقی نمی افتاد. به نوعی میشه گفت سوال اومده بهتون ارفاق کرده چون خودتون باید بدونید وقتی میگه که میله ما یک نواخته یعنی جرمش میتونه وسط اون قرار بگیره پس ما یه نیرو اینجا داریم گفته چی جرمش کلش امه پس نیرویی که داره اینجا وارد میشه برابر میشه با ام چه نیروی بچا نیروی مقاوم ما میشه ام حالا نیروی محرک رو بریم با هم حساب کنیم نیروی محرک از اینجا میاد اون افی -E که اینجا داره وارد میشه ام پریم ضرب در جی هست اینو تو سال قبلی توضیح دادیم پس نیروی کشش تناب ها رو اگر بخوایم بنویسیم اینجا میشه ام پریم اینجا هم میشه مجدد ام پریم جی و نیرویی که اینجا داره وارد میشه برابر میشه با دو تا ام پریم جی یه راهنمای دیگه هم سوال به ما کرده گفته طول کل میله ما ال پس ما اگر کل این رو بگیریم ال این قسمتی که این وسط وسطش هم میشه ال دوم واسه اینکه تو حالت تعادل قرار بگیره بچه ها باید نیروی ساعتگرد و پادساعتگرد ساعتگرد و هم برابر باشه یعنی چی یعنی ما میتونیم بنویسیم ام جی ضرب در ال دوم مساویه دو تا ام پریم جی ضرب در ال گشتاور نیروی ساعتگرد و پادساعتگرد و مساوی هم قرار داریم حالا پارامترایی که شبیه همه رو میتونیم ساده کنیم یعنی جی با هم ساده میشه الا هم با هم ساده میشه پس میتونیم یه رابطه ای به دست بیاریم و بنویسیم ام پریم مساوی ام چهارم مزیت مکانیکی چی بود؟ مزیت مکانیکی نیروی مقاوم به نیروی محرک بود یادتون هست دیگه خب نیروی مقاوم ما چیه بچه ها ام جی نیروی محرک ما چیه ام پریم جی حالا میایم جای ام پریمش ام میذاریم پس اینجا میشه ام چهارم زب درجی جی اما با هم جیا با هم یه دور در دور نزدیک در نزدیک انجام میده چهار میاد تو صورت و برابر میشه با چهار پس مزیت مکانیکی کل سیستم ما برابر با چهار یعنی گزینه یک